سلام خدمت دوستان عزیزم، این 43 لایویه که من میذارم با حضور جناب آقای استاد محمد هدایت. تا قبل از اینکه ایشون تشریف بیارن، یکی از سروده های ایشون رو با دکلمه زیبای جناب آقای شاملو گوش میکنیم. از من هر آنچه غفلت و خبط و خطا رود، از تو امید بخشش و صلح و صفا رود. ای آشنا به حال من و روزگار من، غرق بلا به درگه درد آشنا رود. از خود مران که پشت و پناهی به جز تو نیست، مجنون بی دل از در لیلا کجا رود. من در طواف روی تو ام در تمام عمر، من در طواف روی تو ام در تمام عمر. دورت بگردم از تو امید رضا رود. لبیک لک بگفتم و هستم به بند تو، من جناب بند به بنده که رفت نابه کجا رود. عرض سلام ادب خدمت استاد بزرگوار. سکنم از تو مستانه کن نظر، باشد که غم ز قلب من بی نوا رود. من با بلا بزادم و هستم عجین درد، آمادم که سر به صلیب بلا رود. بیمار عشقم و تو طبیبی ای امیر دل، بیمار عشقم و تو طبیب ای امیر دل. از تو امید مرهم باز شفا رود. کش بر صلیبم و خونم بریز اگر من معترض شوم به حضورت جفا رود. عجز از هدایت است و کرم از تو ای سنم، عجز از هدایت است و کرم است و ای سنم. حاشا که دل شکسته ز باب شما کجا رود. سروده بی نظیری از استاد محمد هدایت، آواگش حمیدرضا شاملو. با سلام خدمت دوست عزیز جناب آقای استاد محمد هدایت، اگر اجازه بفرمایید من چند لحظه در مورد با سازمان لو در سوسایتی صحبت میکنم، بعد لایومونو با شما ادامه میدیم. سازمان لو در سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای ترویج و تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت میکنه. لو در سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا بها 5 سال است که در شهر کلگری در حال فعالیت است. ما در این مدت برنامه و پروژه های عمومی متعددی را ارائه دادیم، از جمله نقاشی های دیواری، کارهای هنری دست جمعی، برنامه های آموزشی حضوری و کانال فارسی آموزش یوتیوب 1001 شب. تا به امروز ما خدمات این سازمان را با افرادی که بیشترین بهره را از این خدمات می توانستن دریافت کنند به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم و حالا هم با پروژه داستان نویسی 1001 شب و معرفی هنرمندان و اساتید در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز 43 لایوی که من اجرا می کنم با سرور خودم جناب آقای استاد هدایت و از ایشون میخوام که خودشونو
معرفی بکنن تا لایومونو ادامه بدیم. بفرمایید جناب استاد، ما در خدمت شما هستیم. سلام و عرض ادب خدمت استاد وهاب بزرگوار و تمامی اساتید بزرگواری که محبت فرمودن و به بنده منت گذاشتن و شاهد این برنامه هستم. بنده محمد هدایت، متولد 44، ساکن شهر تبریزم، زبان مادریم ترک ترک زبانم و به زبان ترکی و فارسی شعر می سرایم. این چند کلمه از خودم بود که عرض کردم خدمت اساتید بزرگوارم. بله در خدمتم قربان. قربون شما برم، مرسی. جناب هدایت بفرمایید که فعالیت هنریتون رو تا با از چه وقتی شروع کردید؟ والله عجب بشه فعالیت هنری گفت، از 30 سال پیش شروع کردم. در حقیقت اینطوری بگم که بنده قبل از این که شعر به سرایم، شعر که نمیشه گفت، البته اینا دلگویه ای هستن که بالاخره واسه دل خودم سرودیم و شما بزرگواران هم محبت فرمودین و منت گذاشتین و از ما قبول کردین. قبل از این که بخوام شعر به سرایم، مداح هستم، مداح اهل بیتم، یعنی 32 ساله دارم مداحی میکنم. قبل از شعر هنرم هنر مداحیه. بله. خب پس از این طریق شما شروع کردید که شعر گفتن رو هم ادامه بدید، یعنی اضافه کنید به هنر مداحیتون. در حقیقت اینطوری عرض کنم خدمتتون استاد و خدمت اساتید بزرگتر، اینطوری عرض کنم که من راستیتشو بگیم، آقا من بی سوادم. اول قبل هر چیز عرض کنم که من بی سوادم، اصلا سواد شعر که ندارم، ایچی اصلا سواد ندارم. خب با بی سوادی رفتیم طرف مداحی، اونجا بود که با اشعار بزرگواران آشنا شدم. واقعا اساتیدی هستن که خیلی اشعار نابی می سراین، از جمله مرحوم اشعار مرحوم انور اردبیلی خیلی تاثیر گذاشت رو من. اینطوری بگم اشعار ادبیشون خیلی بالاتر از سطح من و کسان که اندازه منم من هستن هستش. اینطوری بگم اونجا بود که یواش یواش دیگه آشنا شدم با اشعار و یواش یواش خود به خود نخواسته خواسته نخواسته کشیده شدم به طرف شعر، که یواش یواش شروع کردیم. اول از مداحی شروع کردیم، از مدیحه و مراسی شروع کردیم، بعد ختم شد به غزل. چقدر هم خوب شده اتفاقا، غزلاتتون خیلی قشنگه. من شعرهای شما رو خیلی خوندم، تو گروه میخونم شعراتون رو، خیلی خوبه، خیلی قشنگه، خیلی خوب میسرین. دستتون درد نکنه استاد. در حقیقت این شما این و دوستان بزرگوارانن که خیلی زیباین و زیبا بینند و بعد فشراشون زیباست، خیالاشون، فکراشون، تفکرشون زیباست که زیبا میبینن و زیبا میگوین و تعریفم میکنن. در حقیقت اشعار ما عرض کردم چندان شعری نیستش، یه دلگویی واسه دل ماست. نه دستتون درد نکنه، واقعا که زیبا میسرایید و دلنشین اشعارتون. خدمت شما عرض کنم که این ساعت ساعت شماست، من دوست دارم که شما بیشتر راجع به مسئله شعر و شعر گفتنتون و شعر سرودنتون صحبت کنید. والا ما در خدمتیم، ما چیزی نداریم بگیم. همه رو اول تو یه جمله گفتم من سواد شعر و اینا اصلا سواد ندارم که سواد شعرم داشته باشم. من راستشو بگم سوادم اول راهنماییه. من در حقیقت سواد ندارم،
یه چیزایی همینطوری جمع میکنیم کنار هم میذاریم و یه وزن و ردیف کافیه درست میکنیم واسه خودمون که بهش بگیم شعر، که البته در خدمت اساتید شعرا و شما نمیشه گفت اینا شعرن. نه اتفاقا شعر ببینید چیزیه که از دل میاد و به دل می نشینه. من یادمه که در بازار تهران یه آقای بود به اسم اوستا سفر. اوستا سفر خیلی پیرمرد خوشرو و خوشبرخوردی بود و جالب این بود که اوستا سفر به هیچ عنوان سوادی نداشت اصلا، ولی اصلا امکان نداشت که شما با اوستا سفر صحبت بکنی و هیچ یک از کلماتی که از دهن اوستا سفر میمد بیرون بدون شعر نبود، بدون قافیه نبود. یعنی اصلا بلد نبود جواب شما رو به طور طبیعی همینجوری که من دارم صحبت میکنم با شما بده، مطمئنن جواب رو با شعر میداد. یعنی اصلا هیچ وقت ما نشنافتیم که بگیم آقا سلام، اون بگه علیک سلام. این علیک سلام رو به شعر به شما میداد و واقعا این یه چیزی بود خدادادی به ایشون داده شده بود که خیلی هم زیبا، خدا رحمت کنه. وقتی هم که فوت کرد من فکر مونم که تقریبا بازار تهران تعطیل شد به خاطر اوستا سفر. اوستا سفر یه کارگر معمولی بود و شعر و هنر و ادب و فرهنگ و یه سری چیزهایی که در این قاموس و در این قامت هستش شاید ذاتیه، با آدم به دنیا میاد. و اینکه شما میفرمایید که سواد ندارم، نه سواد شما به اندازه همین قد که زیبا میسرایید و به دل مینشینه عالیه، عالی عالی و خوب، دستتون درد نکنه. جناب آقای هدایت، میخواستم ازتون سوال کنم ببینم آیا کار هنری واقعا تأثیری در سلامتی روح و روان شما هم داره و داشته؟ مطمئنن استاد هر چی طرف هنر بره، جذب هنر بشه، هنر اونو میچشه از چطوری بگم، نمیخوام اصطلاح بدی استفاده کنم، از بطن استمام میچشه به طرف پاکی. خب نه تنها شعر، تمامی هنرها. خب اینطور هنر اینطوری بگم که هنر یه جذبه ای داره که نمیذاره انسان یه جا ماندگار باشه وایسه، میچشه به طرف خودشو، از بدی ها و پلیدی ها پاچش میکنه. احسن. یعنی اگه ما بنگریم به اساتیدی که موزیسین هستن یا طراح و نقاش و طراحن یا عکاسن یا شاعرن، اینا که بزرگ تمامی هنرها، من این چند تا رو نام بردم، تنها اینا نیستن، تمامی هنرها، وقتی مجذوب هنر بشیم دیگه جایی نمیونه که تو ذهنت باشه که بری به طرف پلیدی ها. واقعا هنر انسانو میکشه به طرف پاکی ها و پاک میکنه. اینطور من که تا این اندازه فهمیدم و واقعا در خود من تأثیر هنر در خود من اینطور بوده که 180 درجه مرا برگردونده، یعنی از طرف ناملایمات به طرف خوبی ها کشیده بنده رو. احسنت، احسنت، واقعا قشنگ گفتید، مرسی. جناب آقای هدایت، شما چه تعداد اثر هنری و با چه موضوعاتی تا امروز داشتید؟ بنده چندان اثر هنری ندارم، یعنی کتابی چاپ نکردم، میشه گفت اندازه 3 جلد کتاب اشعار ترکی مدیحه و مراسی دارم، اندازه 3 جلد. مثلا اگه بخوایم صفحه شماری کنیم مثلا 1500 صفحه، اینطوری بگم. بعد
درباره غزلم که میسرایم میشه گفت 700 غزلی، تقریبا 700 تا غزل دارم. به غیر اینا در کنار اینا یه سری اشعار قصیده و اینا هم دارم دیگه. بالاخره هر شعاری داره ما هم داریم، یه چند تایی داریم. احسن احسن. و موضوعاتش هم که فرمودین که در مورد قصیده بوده و شعرهایی که گفتید، از این غزلهاتون آیا چیزی الان یادتون هست که برامون بخونید؟ من اصلا هیچ اینطوری به جمجی نمیدونم، روی هم رفته 3-4 بیت نمیتونم از اشعار خودم بخونم، یعنی اصلا از حفظ نیستم اینطوری بگم. اصلا بلاخره پیری و آلزایمر و اینطور چیزا دیگه، استاد خودتون که خیلی بهتر میدونی، اونم تو این استماع با این تغذیه و با این آلودگی ها و دود اینا بلاخره بله متوجه هستم. چیزی نمونده از سلامتی واسه ما. بله متوجه هستم، میدونم واقعا که سخته. شما دوست دارید با هنرمنده دیگه هم همکاری داشته باشین؟ من به قول آقای خمینی گفت من ورزشکار نیستم ولی ورزشکارها رو دوست دارم. من خیلی دوست دارم با هنرمندان همکاری کنم و اصلا خیلی دوست دارم با هنرمندان افت و خیزی داشته باشم، رفت آمد خانوادگی داشته باشم. محبه. خیلی دوست دارم. محبه. چقدر عالیه که آدم اینقدر نسبت به هنر و هنرمندان عشق ورزه، واقعا که مرسی. کلن دیدگاه شما نسبت به هنر و خلاقیت چیه؟ یعنی کسی که این کار رو میکنه شما نظرتون نسبت بهش چیه؟ استاد ما اگر بخوایم در باره خلاقیت و اثر هنری و اینا بحث کنیم، باید بریم سر اصل مطلب. در حقیقت نکته اصلی اینه که خداوند هنرمند است. هنر زاده قدرت پروردگاره. آه. اگر خلاقیت، امروز اگر من شعری خلق کنم یا یک عکاس چیره دست یک عکس هنری خلق کند یا یک استاد موزیسین یک موزیک عالی و ماندگاری خلق کنه یا یه نقاش بلند شه دست به قلم شه و یه نقشی بزنه که ماندگار بشه، اینا همه برمیگرده اونجا که خداوند تو خلقت انسان هنر را تو وجود انسان گذاشته. هر کسی یه هنری داره، منتها خوب شاید یکی موقعیتش طوریه که نمیتونه این هنرشو بروز بده، شاید یکی جایگاهش طوریه که نمیتونه هنرشو چطور بگم به عرصه ظهور بیاره. خب همه هنر دارن، شاید یکی یه استادی بلند میشه دستشو میگیره و میچشه بالا بزرگش میکنه، هنرشو به چشم جهانیان به منظره میذاره، ولی اون یکی خوب همه موقعیت رو نمیتونه پیدا کنه. هنر اصلی دست خداوند است و خداوند تو وجود هر انسان هنر رو گذاشته. اگر میگیم خالق، وقتی به یه استاد میگیم مثلا خالق اثر فلان، خداوند تمامی خلایق را خلق کرده، یعنی هنرمند اصلی پروردگار ماست که جهانی به این بزرگی لایتناهی نعماتی به این
زیادی که اصلا خارج از شمارش نمیشه شمرد، اینا رو خداوند خلق کرده، هر کدوم مکمل یک دیگر، هر کدوم بهتر از دیگر. خب پس هنرمند اصلی خداوند است. ما هم یه جرعه ای از هنر خداوند نوشیدیم که میتونیم از اون جرعه یه چکه هایی به منظر ظهور بیاریم. بله بله، زیبادر از این دیگه نمیشه توضیح داد. خیلی ممنون استاد عزیزم. در حال حاضر مشغول چه نوع فعالیتی هستید شما؟ من عرض کردم اگه شغلم رو بگم، شغلم خوب شغل آزاد، تو کار لوازمی یدکی هستم. اگر هنری رو بگم از لحاظ هنری، همین اشعار و همین مداحی، الان هم که دیگه 5-6 ماه این کرونا نذاشته مداحی رو ادامه بدیم، قطع کرده دیگه، فقط مونده واسه ما همین یه قلم و یه دفتر. خوبه، همین قلم و دفتر خیلی زیاده. شما همین که شروع میکنی به نوشتن، همین جوری برکته که داره میریزه از همون قلم و دفتر شما، مطمئن باشی. والا استاد عرض کنم محضرتون، من که این اول برنامه این شعر رو از فکر کنم استاد شاملو خونده بود. بله بله، خیلی بزرگوارانه خونده بود. من خودم فکر کردم حالا شعر مال کدوم بزرگوارشه، بعد دیدم بنده محبت گذاشتن و اینو خوندن، شما پخش کردیم. خیلی ممنون ازتون. دعایش میکنم ما ممنونیم از شما. جناب هدایت، بفهمید که توصیه شما برای هنرمندانی که هنوز حرفه‌ای نشدن چیه؟ چه نوع نصیحتی، پندی برای این دوستان دارید که تازه پا به عرصه هنر گذاشتن؟ هر هنری تو استاد بزرگوار، تو عالم عرفان میگن 3 نکته رو باید در نظر داشته باشی. مشارکه، اول باید با خودت شرط ببندی که من میخوام مثلا این گناه رو انجام ندم، این کار خیر رو انجام بدم، این شرطه. بعد باید به عرصه ظهور بیاره، عمل کنی، بعد آخرش چی؟ محاسبه. این در تمامی عرصه ها حاکمه. اگه ما بخوایم مثلا شعری رو شروع کنیم یا مثلا طراحی رو شروع کنیم، بخوایم یه منظره‌ای رو طرح بکنیم، باید اول تمامی جوانب رو بررسی بکنیم، از هر طرف نگاه بکنیم، بهش ببینیم آیا این منظری که ما میکشیم نظرمون رو خواهد رسوند به بیننده یا نه، آیا این شعری که من میخوام خلق کنم نظر مرا به خواننده یا شنونده انتقال میده یا نه. خب آیا اینی که مینویسم اهانت به فردی، قومی، زبانی، نمیدونم الی آخر، آیا حق حرمتی میشه برای کسی؟ اینا رو باید در نظر بگیریم که برای کسی حق حرمت نباشه. بعد اهانتی به قومی، به زبانی، به منطقی، به روشی، به اسلوبی، به این کارهایی که از قدیم مونده، شاید به نظر من، به نظر امروزی ها شاید خیلی غلطه، ولی باید خودمون رو جای اونا بذاریم، ببینیم آیا اونا اون زمانی که این کاری می کردن اون زمان با حالا، با زمان حال خانایی داره یا نداره. اینا رو اگه در نظر بگیریم فکر کنم ما هنرمون
بهتر به نظر بیاد، بهتر جلوه کنه. یعنی وقتی یکی رو نرنزانی خوب، اگه یکی رو نرنزانی بالاخره یه هنری کردی که یه حرفی گفتی، یه طرحی ریختی که کسی ازت نرنزه. خوب حسن. اگه این رو در نظر بگیری فکر کنم هنری که میخواد به عرصه ظهور بیاد فکر کنم خوب باشه. من اینقدر البته درچه من اینقدر، اگه اساتید بودن خوب بهتر معلومه، بهتر میگفتن و ما هم استفاده میکردیم. بسیار عالی گفتید شما، بسیار عالی گفتید. خدمت شما عرض کنم که تو مدتی که شما شروع به کار هنریتون کردین، چه اشخاصی بهترین تأثیر رو در شروع و دوام کار هنری شما داشتن؟ استاد من بعد اینکه خدمت سربازی رو تموم کردم رفته بودم آرایشگاه برای اصلاح. آخر شب بود، روز پنجشنبه بود آخر شب. اون آرایشگر گفت بیا بریم هیئت. خوب از اونجا دست ما را گرفت. من هنوز 32 سال از اون روز گذشته من مدیونشم. خوب شاید الان خوب اینطوری بگم که شاید غرور برداشته باشه مرا، مثلا اونو خیلی تحویل نگیرم، اینطوری بگم احترامشو که باید بکنم شاید نکنم. البته از من شاکرم خدا را که سعی میکنم احترامشو همیشه نگه دارم. خوب اولین شخص اون بود، ولی در عرصه شعر عجبه جم، مخصوصا شعر فارسی غزل، تو فیسبوک بانوی بود به نام پروانه، اولین مشوق من ایشون بود که الان چند سالم خبر ندارم ازش. یعنی چطوری بجم، از فیسبوک محو شد، نمیدونم کجا رفت. الانم که الانم مدیون اویم. اگه او نبود من شعر فارسی نمی سرودم. الان من بیش از 700 غزل فارسی دارم، همشو مدیون اویم. اون تشویقای اون بود که مرا کشید به طرف غزل سرودن و همیشه در غیاب او احترامشو دارم. احسنت، آفرین. چه خاطرات زیبایی. شما اولین کسی هستی که برای من اینجوری تعریف میکنی خاطرات تو. خیلی قشنگ. من واقع‌گرا هستم و واقعیت رو میگم. آفرین. خدمت شما عرض کنم که جناب آقای محمد هدایت عزیز، شما اگر یه قدرت و توانایی آنچنانی داشتی چه چیزی رو راجع به خودت عوض می‌کردی؟ آخه مگه میشه استاد؟ آره الان فکر می‌کنم خیالیه دیگه. اینم یه نوع خیاله، اینم یه نوع. من اگه میتونستم، خب اگه اون قدرتی که شما میفرمایید داشتم، دوباره از اول شروع میکردم، خودم از بی سوادی و جهالت نجات میدادم. واقعا بی سوادی درد بزرگیه. من همیشه دارم ضررشو میبینم، اذیت میشم. واقعا از بی سوادی اذیت میشم. جهل خیلی درد بدیه. ای کاش طوری میشد که تو اجتماع هممون سعی میکردیم خودمونو از جهل رهایی بدیم. اگه اینطور بود فکر کنم اجتماع عالی میشد. البته ناگفته نمونه که شما جهل ندارید. استاد زیبا قلمی مثل شما توی نوشته‌هاش و شعرهاش نشون داده که
چقدر داناست. و من به نوبه خودم خیلی ممنونم از خداوند که اجازه داد که من شما رو بشناسم و این اجازه رو به من داد که من شما رو به دیگران هم بشناسونم. خیلی خوشحالم که ارادت دارم خدمت شما رو با شما آشنا شدم. من جناب آقای هدایت خدمت شما ارادت دارم قربونتون برم. مرسی. شما کاراتون رو توی فضاهای مجازی آنلاین قرار میدین، تو پیج های آنلاین قرار میدین، کجا قرار میدین و چگونه میشه با کارهای شما ارتباط داشت؟ یعنی دیگران چطوری میتونن کارهای شما رو ببینن؟ چون کاراتون رو که چاپ نکردین که. استاد من تمامی اشعارم را هر روزی که شعری بسرایم سعی میکنم همان روز تو فیسبوک و تو تلگرام و تو اینستاگرام نشر میدم. بضاعت ما اینقدر چیکار کنیم؟ نه خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. من خیلی دلم میخواست که شما یه شعری ترکی برای ما بخونین، چون دوستان ترک زبان ما تو گروه بسیار هستن. والا ببینم تو دفتر میتونم پیداش کنم یا نه. چرا که نه، چرا که نه. هم یه شعر فارسی برام بخونه هم شعر ترکی. سش استاد با اجازه ای استاد بزرگوار خواهش می‌کنم. سرخوش و شیدا و مستم، سرخوش و شیدا و مستم، از چه پرسم حال خود؟ ساکن میخانه هستم، از چه پرسم حال خود؟ ساقی و جام و صراحی هم نواب و همدمم، ساقی و جام و صراحی هم نواب و همدمم، ارغوان جامی به دستم، از چه پرسم حال خود؟ ساز و آواز و طربخان، ساز و آواز و طربخان، مطرب فتان و ساز و آواز و طربخان، مطرب فتان و راگی، من خبار از بوی تستم، از چه پرسم حال خود؟ دلبر سیمین و زیبا کرده افسون بلا، در بر دلبر نشستم، از چه پرسم حال خود؟ گفته شد زیبا سرشتان بی وفایند الحرز، گفته شد زیبا سرشتان بی وفایند الحذر، من ولی زیبا پرستم، از چه پرسم حال خود؟ توبه کردم می ننوشم با پری رویان ناز، توبه خود را شکستم، از چه پرسم حال خود؟ سینه سیمین قد قیامت، لعل لب یاقوت سرخ، سینه سیمین قد قیامت، لعل لب یاقوت سرخ، بر لبانم مانده شستم، از چه پرسم حال خود؟ ماه من از ماه گردون دلبر و زیباتر است، دلبرام مهپاره بستم، از چه پرسم حال خود؟ یار اگر زیبا و ناز و دلربا و نیک خوب،
لیک من گستاخ و گستم از چه پرسم حال خود. میزند ساز مخالف با هدایت مهرخان، من نزیبا و نلستم از چه پرسم حال خود. اینیم دیگه استاد، ما بی بضاعت و فقیر و فقر فرهنگ و فقر مال و همه چی دست به دست هم داده ما رو زنجیر کردید استاد. الحمدلله که فقر فرهنگ نداری، الحمدلله که ثروتمندی تو این مسئله، خیلی هم زیاد. وقتی بخونی من یاد خدا رحمت کنه استاد شهریار میافتم با همین لحجه ترکیش که میخون. خدا رحمتش کنه. بله خدا بیامرزه. هرچی که خاک استاد شهریار عمر شما دوستان عزیز و هنرمند من باشه. شعر ترکی برام میخونی که؟ بله بله میخونم استاد. بفرمایید. فرمایش داریم بفرمایید تا من شروع کنم شعر ترکی رو. بفرمایید. خواهش میکنم. ما سراپا گوشیم. خواهش میکنم. قامت تو باید باخم باخمه، صورت زیباید باخم باخمه، یار دولانانده گز olup سر به سر، یار دولانانده گز olup سر به سر، سر به دلارایه باخم باخمه، باغرمی غمزه ایله هدف ایلسه، نرگس شهلایه باخم باخمه، سینه‌سی سینه‌سی سال سینه‌سی سینه‌نی سالب حیرتا، سینه‌سی سینه‌نی سالب حیرتا، سینه‌ی سینه‌یه باخم باخمه، جلوه‌سی دوشته داغدار داغلاری، جلوه‌ده غوغایه باخم باخمه، حکملسه گلشن در آتشی، حکملسه گلشن در آتشی، قدرت ایمایه باخم باخمه، نیمه شب یاده دوشنده یوزی، گویده دونوب آیه باخم باخمه، باخسا اسانی الیر اجدها، باخسا اسانی الیر اجدها، مصریده دعوایه باخم باخمیم، بیر تکولن چکسن منی بندینه، بیر تکولن چکسن منی بندینه، زلف چلیپایه باخم باخمیم، باغرمی دریا کمی یارسا اگر، باغرمی دریا کمی یارسا اگر، رعفت دریای باخم باخمیم، زامیمی چالسا داشا سندرسا گر، شوق ایله لیلای باخم باخمیم، قاشلارن اوناسا ala canimi, kaşların oynasa ala canimi, kovseye e'laya bakım, bakmayın, meyde görüp hasret ile aksini, meyde görüp hasret ile aksini, kaseye sahbaya bakım, bakmayın, bir bakışa bir bakışa örgeder her bir zadi. Allemel esmadı da. Bir bakışa örgeder her bir zadi. Allemel esmaya bakım, bakmayın.
مقدمین سجده ملائک ادر ساحت والایه بخم بخمیم سویل هدایت سویل هدایت کرم و نعمت خارج از احسایه بخم بخمیم ارادت تمامی اساتید چی بالاخره منم بو ناهنجار سرسمی تحمل ایلیلر به 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 یاشاسن چه گزل یاشاسن قربان اولم استاد قربان اولم خیلی قشنگ بود خیلی خوب بود واقعا خیلی زیبا بود فیض بردیم جناب آقای هدایت خدمت شما عرض کنم که چه چیزی رو دوست داری که این مردم باور داشته باشن تغییر بدی اگر همون قدرتی رو که گفتی داشته باشی که بتونی برگردی اول و شروع کنی به خوندن درس و به اصطلاح علم آیا اگر اون قدرت داشتی چه چیزی رو برای دیگر مردم عوض میکردی؟ استاد عرضم به حضور حضرت عالی و اساتید گرانقدر که اینطور که مستحضرید معرفت بالای همه چیزه مال دنیا همه تو دنیا موندنی و اونقدر به درد میخوره که ازش استفاده کنیم ما بقیشو نگهبانیم برای دیگران اگر امروز سعی کنیم هر کدوم هر کس به اندازه خود اگر سعی کنیم تو معرفت قدمی برداریم و یه قطره از دریای معرفت بگیریم و به معرفتمون اضافه کنیم فکر کنم این از همه چیز بهتر باشه چون اگه معرفت نداشته باشیم واقعا دیگه واویلا همه چی کل من علیها خان همه چی از بین رفتنیه خوب معرفته که میتونه ما رو زنده نگه داره حتی بعد از مرگمون هم معرفت اگه معرفت داشته باشیم خوب ما رو زنده نگه میده معرفته که باعث میشه ما خدا را بشناسیم معرفته که باعث میشه ما بزرگانمونو بشناسیم دوستانمونو بشناسیم یعنی سر هر چیز همین معرفت همین شناخت دیگه اگه شناختی نبود همه چی در هم بود دیگه اگه شناخت داشته باشیم بهتر از همه است احسن احسن به شما جناب استاد هدایت عزیز من سوالایی که داشتم از شما تقریبا تمام شد یک سوال آخری دارم می‌خواستم ببینم که آیا شما صحبتی کلامی چیزی دارید برای دوستان چه به فارسی چه به ترکی بفرمایید که بعد من آخرین سوالم از شما بکنم من خاک پای دوستانم دیگه چه سوالی باید داشته باشم من دست عزیزان و بزرگوار رو میبوسم اونایی که زحمت کش این عرصه هستن عرصه هنر هستن دست همشون رو میبوسم چه شاعر چه غیر شاعر فرقی نمیکنه اونایی که فعالیت میکنن تا استماع رو حتی یه قدمی باشه بردارن و به طرف نجات استماع من دست و پای همشون رو میبوسم خاک پاشونم هستم فقط این توضیح ها را میتونم داشته باشم اونم برای خودم نه برای اساتید این توضیح ها را میتونم داشته باشم که تا میتونم سعی کنم اگر تونستم خدمت خلق کنم عبادت به جز خدمت خلق نیست عالی فرموده عبادت به جز خدمت خلق نیست اگر خودمونو محدود کنیم به نماز و روزه گرفتار شدیم اونا که باید واجبه باید انجام بدیم خدمت اونجا خدمته که بتونیم یه قدم برداریم برای نجات خودمونو جامعه
احسن به شما، احسن به شما، خدا نگهدارتون داره. من آخرین سوالم از شما میکنم و آخرین سوال من اینه که نظرتون نسبت به برنامه ها و فعالیت هایی که ما داریم انجام میدیم چیه؟ خوب این ناگفته معلومه دیگه، تو این 45 دقیقه 50 دقیقه که با هم بودیم همش بحث سر این بود که خدمت کنیم به خلق دیگه. اگه بتونیم خدمت کنیم، چه خدمتی بهتر از این که یه عده خادم را جمع کنین یه جا، دستشون رو بذارین تو دست همدیگه، با هم آشنا کنین و خوب به جامعه هم، به جامعه هم معرفی بفرمایین. این خیلی با کار بزرگیه که شما شروع کردین. انشالله که موفق هستین و انشالله که موفق تر هم باشین. خیلی ممنونم علاتتون. من فقط از همه دوستان تقاضا میکنم، خواهش میکنم که اگر که دوستان هنرمندی رو دارن در هر نوع هنری از هر قش که هستن، ما با جون و دل میپذیریم و به ما معرفی کنن یا ما رو به اونها معرفی کنن که ما با اونها تماس بگیریم، که و خیلی خوشحال میشیم از این مسئله که هرچی بیشتر ما دوستان هنرمندمون رو بشناسیم. در اینجا من از شما تشکر میکنم جناب آقای هدایت که تشریف آوردید و این وقت دادید که ما مزاحمتون بشیم و از وجود شما واقعا فیض ببریم. لطف کردین این ساعت رو در اختیار ما گذاشتین. اگر که امری فرمودید شما برم که این برنامه رو تهیه فرمودین و به ذره کوچیکی چون من فرصت دادین که بتونم با دوستان یه کمی درد دل کنم. قربون شما، خاک پاتونم. قربونتون برم من. لطف داری شما، تاج سر هستین. من همینجا از همه دوستان خداحافظی میکنم به همراه جناب آقای هدایت و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز سه‌شنبه که لایوی داریم با استاد عزیزمون جناب آقای حسن ولتر، و امیدواریم که خداوند عمری بده تا در خدمتتون باشیم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. باشید استاد. قربونتون برم تا روز سه‌شنبه. خدا نگهدار همگی. خدا حافظ. خدا حافظ دوستان و خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ.